سلام، امروز جمعه 2 آذر هست، ساعت 7 بعد از ظهر. این ویدیو در مورد یک خبری هستش که 2 روز قبل منتشر شده، مربوط به اینکه شایعه یا واقعیت یک خانومی که سابقه آموزشی ندارد و خودش و همسرش مدیر مجموعه WWE که تو ایران بهش میگیم کشتی کج بوده است رو آقای دونالد ترامپ منصوب کرده به، یا خواسته منصوب کنه، یا همین الان که داریم صحبت میکنیم منصوب کرده است مثلا به وزیر وزارت آموزش پرورش آمریکا. خبرش رو سایت العالم اگه مراجعه بکنید تا کامل پوشش داده و توضیح داده که این موضوع به چه صورته. اشکال من دوستان به یک چیز دیگه ایه. بعد به طور اتفاقی دیدم که یکی از کانالهای تلگرامی پوشش داده بود این خبر رو، همینجوری که می‌بینید من این تصویر رو هم کامل پوشش دادم، اینا رو هم برش دادم به خاطر اینکه قوانین آپارات به ما اشکال نگیره. همین در دل ماجرا قرار داره مطلبی که میخوام به شما بگم. ببین، ما باید، خود من مشکلم دوستان با تفکرات غلطه، نه خود اون فکر. یعنی این تصویر شما، اینو شما میشناسید، این تصویر شما میشناسید، آقایی بود در تلویزیون اومده بود اسم خداداد افشاریان، مجری بهش گفتش که پسر شما که داور هست سنش رو کم کرده. اون گفت بله ولی درست کم کرده. ببین درسته، آقا شما اگه پرسپولیسی هستید درست پرسپولیسی باشین، استقلالی هستید، دو من مخالفه نیستم شما استقلالی، مثال دارم یعنی نوعی، یعنی شما همین گونه باشید. و استقلالی بودن افراد، پرسونالیستی بودن افراد به دلیل موجهی که مثلا اقامه میکنن شما کار داشته باشید. الان ببینید این که کانال خیلی مشهوری هستش در تلگرام، شعبات دیگه هم دارن در ایتا و غیره، این خبر رو اومده پوشش داده، گفته که با این کلمه این رو، این اتفاق رو، این انتصاب رو نمونه ای از افول آمریکا در نظر گرفته. من با این گزاره مسئله دارم، الان به شما خواهم گفت. نامزد وزارت آموزش ترامپ نماد دیگری از افول آمریکا، با علامت تعجب. بعد که خانومی که مشاهده میکنید نامزد ترامپ برای وزارت آموزش پرورش آمریکا است. خب بعد خانم لیندا مکمان، من خدا وکیلی نمیشناختم ایشون، من یو اف سی و این مبارزات رزمی جدی دنبال میکنم، ام ام ای و جورشته ام ام ای مثلا بلاتور و وان چمپیونشیپ، ولی خوش دیگه خیلی تجاری و نمایشیه دیگه، دنبال نمیکنم، به همین خاطرشون نمیشناختم. از فکر کنم بیام برتر که او ببین، من اینقدر ببین خود همین ما نگرانی داریم که تصویر ایشون، حالا اینه که من اینجا پوشوندم مثلا کت شلوار پوشیده، اما همین ظاهر ایشون من نگرانی دارم که آپارات بگه اینجا لباسی ایشون پوشیده. آقا یه خارجیه، بعد سایت العالم گذاشته، به من چه مربوط؟ بعد من باید مسئول این باشم که چیزی منتشر بکنم چیزی نمیکنم. ولی این لباس پوشیدن اون خانم که دست من نیست، که تلویزیون هم بعضی وقتا نشون میده مثلا افراد خارجی و مثلا خانم آنگلا مرکل و غیره، من خدا وکیل نمیشناختم ایشون رو، تا همین دیشب سرچ کردم، وقتی گزارار دیدم که نوشته بود، این گزارار رو که شنیدم رفتم در این فکر که چرا نگارنده این کانال تلگرامی نوشته، فهمیدم که ایشون هستش، اسمش خانم هستش لیندا ماری مک ماهن ایشون منصوب شده یا بخواسته منصوب بشه یا شده است و به آموزش پرورش. سرش کردم ایشون آنتروپرنور بوده در دوره قبلی ترامپ نیز، ایشون به عنوان مسئول کسب و کارهای کوچک منصوب شده بوده. و آنچنان که این سایت نوشته، بله تو تلگرام کانالی که معروفه، خیلی من عضو هستم میدونم، ایشون هیچ سابقه آموزشی هم نداره. اتفاقا مطلبی به شما بگم، ترامپ خوب کارهای جالبی کرده، عجیب و جالب. الان آقای ایلان ماسک که میدونی مثلا دیگه کلی برش هزینه کرد و تبلیغات کرد، رو به صورت مشترک با یک کسی دیگه گذاشته رئیس اداره دارایی، مثلا دارایی نه، یه برنامه مالی هم این چیزی، شورای راهبردی مالی مثلا در کشور آمریکا. خب مثلا ایلان ماسک احتیاج پول و اداره نداره که رفته اونجا، حقوق میخواسته بگیره اونجا یا بیمه مثلا میخواسته مثلا. بعد اومده آقای هاسکینسن، 4 سال که هاسکینسن
که ارز کاردانو رو داره، ولی ویدیو قبلی بعد داشته هم در همین صحبت میگه به ارزهای دیجیتال رو وضعیتش اصلا به چه صورت هستش. از اون بعد از اومدن ترامپ به ریاست جمهوری هنوز تازه نرفته به کاخ ریاست جمهوری، یعنی اتفاقات قبل از ورود ترامپ به کاخ ریاست جمهوری، بیت کوین قیمت افزای کاردانو چرا آقای هاسکینسون گوشته مشاور ارز مجازی، اصلا همچین پستی وجود نداشت، مثل آقای پزشکیان که پست چیز وجود نداشت دیگه، معاونت راهبردی شون منصوب کرد آقای دکتر ظریف رو، مشاور ارز مجازی گذاشته آقای هاسکینسون، یه دانشجو مخته و فرد فنی 100,000 درصدی در حوزه رمز ارزها، علی ماسک اونجا گذاشته. خب کارهای خارج از عرفیه دیگه در سیستم اداری آمریکا. همینجا نکته من شروع میشه. ببین آقا، اینی که آمریکا در حال افول هست که 100,000 درصدی به چندین دلیل، اصلا بحث سیاسی که ما از دید ایران نگاه بکنیم نیست این موضوع، مسئله انرژی، اصلا خود همین که اینا رفتن الان سراغ مسئله ارز مجازی، یعنی دنیا داره از به بحث دیگه وارد میشه در حوزه ارز. آمریکا بحثش اینه که در جهان عزیزان داره دنیا میره به سمت خوب و بدش، اما نمیدونم قوتش رو نمیدونم، متاسفانه خوشبختانش هم نمیدونم، ولی داره میره به نظر میاد، یعنی به نظر من میاد که داره جهان میره به سمت، یعنی برمیگرده به سمت ناسیونالیزه، یعنی ملیگرایی. همچنان که میشونید در اروپا هم الان و فرانسه انتخابات برگزار شد، حالا کامل اونجا اینجوری نشد ولی دو تا کشور دیگه، الان آلمان هم هست، حزبای دست راستی که کمتر گلوبالیستن سر کار اومدن، خود همین انتخابات آمریکا داره نشون میده دیگه. هم این کاملا هریس و جو بایدن اینا افراد گلوبالیستی بودن دیگه، گلوبالیست بودن، اینا میگفتن مثلا امریکن امریکا فرست، اینا نمیگفتن مثلا نه جهان رو مبدینی به جهان باید بپردازیم که در کنارش آمریکا. در اروپا جهان داره میره به سمت ناجن. اروپا نمونهش اینه که انگلستان خارج شد دیگه زمان بوریس جانسون از اتحادیه اروپا، الان زمزمه بعضی کشورهای دیگه هم هست. در دوران همگیری این بیماری که اخیراً بود چند سال پیش دیدیم که در ایتالیا رفتن پرچم اتحادیه اروپا آوردن پایین، جهان داره میره به این سمت ناسیونالیسم. حالا در جهان ناسیونالیستی آمریکای سلطه خواه به معنی قدیمیش که همه جرا این به مشکل خواهد خورد. خب این اوکی، این که 100 درصد چندین دلیل دیگه هم در دل این موضوع هست که آمریکا یعنی اون آمریکای 60 سال پیش 70 سال بعد از جنگ جهانی دوم، اون آمریکا دیگه الان نیست، الان داره میره به سمت اینکه به درون خودش بره و بشه مثلا کشور آمریکا، بشه کشور آمریکا، خودش هم حالا اتحادیه ایالتی آمریکاست دیگه. ولی اینکه این آمریکایی که در جهان همه جا رو سنت کامش مال مرکز کره زمینه، اون برش مال اینه، اینا اون برو کنترل میکنه، سازمان فضایش این نقطه رو کنترل میکنه، از این حالت دیگه به تدریج طی سالهای آینده به خاطر در ظهور اقتصادهای جدیدی مثل چین و اینها داره متفاوت میشه. این اوکی، آقا پس افول آمریکا 100 درصد، صدها نشانه دیگه هم وجود داره در این باره، اما نکته خیلی مهم اینجاست، این جایی که الان میخوام بگم و بعدم اول ویدیو بگم، یعنی چون من ادیت نمیکنم همینجوری فلودار زب میکنم، اما اینی که این خانوم که همچین سابقه ای داره، همچین فردی هست رو آیه ترامونت منصوب بکنه به وزارت آموزش، به معنی افول آمریکا نیست، اتفاقا به معنی چیه؟ خوب دقت کنید دوستان، این به معنی اینه که اتفاقا اینا فهمیدن که شما برای اساسا آموزش اینجوریه، شما برای آموزش دوستان باید تراست افراد رو به دست بیارید اول، از احساس دور بودن با شما نکنن. خب این در پرانتز داشته باشید، این هم ارزم بگید که
نگارنده این کانال تلگرام که این مطلب رو نوشته به فکر کرده که این باعث نشان همچین نشانه یه نمید. آمریکا علم محور نیست، سیستم آموزشیش کار محور هم نیست، کسب و کار محوره. یعنی چی؟ یعنی این که بیزینسمن پرورش میده، آدم بازاری پرورش میده به قول خودمون. همین اینو یه ساعت پیش به ذهنم رسید و همین داشتم این فکر میکردم. بعد میاد کشایی که از جای دیگه جهان در علم وارد هستن رو میاره اونجا که براش کار بکنن. سیستم آموزشی اصلا اینه. چون آقا قیاس بکنی با خودمون که آقا زمان ماها ما نمیدونستیم وزیر آموزش با همین الان نشون شما یه بچه دبیرستان نه دبیرستانی هم نمیدونه، راهنمایی ابتدایی الان تغییر کرده شده متوسطه اول متوسطه دوم 11 هم دوم. زمان ما راهنمایی دبیرستان صدا بگم بگو وزیر آموزش پرورش کیه، رئیس آموزش پرورش استان کیه، نمیخواد رئیس آموزش پرورش این شهر کیه. اتفاقا دوستان این روی کردی که ترامپ به کار برده در منصوب کردن ایلان ماسک به عنوان یک فرد نخبه کارآفرین به مثلا اداره درآمدها و دارایی ها و این گونه مسائل آمریکا، این فرد دانشگاهی علمی اینا افراد عملیاتی هن در واقع. و اینا که ما داریم میگیم در آمریکا نیست، من تو فکرم که ما با ایران خودمون چه کار میتونیم بکنیم. ببین یه دوره‌ای در انتخابات همین 6-7 ماه قبل که پزشکی جلیلی بود، آقای وزیر آموزش وزیر سابق ارتباطات چی بود آذری جهرومی که اونم تو کمپین پزشکی هم بود، اومد یه توییتی زد با ادبیات نوجوان‌ها و تینیجرها، اصلا آدم مات و مفهود در مورد بازی کامپیوتری یه سری اصطلاحات دیگه. خب خیلی خوشم اومد، چون ببین واقعا این نسل جوان نوجوان تینیجر 16-17 ساله با من 30 ساله اصلا به راحتی شما نمیدونید به جهانشون به راحتی وارد بشی. آقا من نوجوان بودم اهل این بازی کامپیوتری بودم، هنوزم هستم، یه کانال دارم در یوتیوب و آپار درباره این بازی کامپیوتری، ولی من بازی های نسل جوان نمتوجه نمیشم. یکی این یک موسیقیشون تمام ما مثلا متفاوت تر بود با الان این رپ ها و این مثلا هیپ هاپ و اینایی که جدید اومدن دورچی و هیپولوژی. اینا من 2 سال وقت گذاشتم که بتونم بفهمم این چیه، چرا مثلا قشنگ جذاب و فلان. من تازه 30 ساله با یه بچه 16 ساله و یک نوجوان 16 ساله اینقدر گپ بین نسلی داریم. حالا الان یه خانومی که اینجا نوشته چند سالشه، سنش هم جالبه 60 و متولد 48 بود ایشون، 948 متولد 948 فردی که میاد در این مسابقات حتی اینجا نمایشه دیگه، شو کشتی کذبی تو ایران بهش میگن، بهش میگن کشتی تو آمریکا رسلینگ مثلا چی ما تو ایران بهش میگن کشتی کذب، ربطی نداره بود. همه هم اینا حساب شده دقیقا نمایشه. این که شما بتونی یه فردی منصوب بکنی که بتونه سرگرمی سازی انترتینینگ کارآفرینی رو با هم تجربه کرده باشه، فرد موفقی بوده باشه و همسرش هم خودش جایو اداره کرده باشه، اینجا صحنه ای که نوجوانا دارن میبیننش، حالا میبیننش میتونن ارتباط برقرار کنن باش، وقتی ارتباط برقرار بکنن میتونن تاثیرگذار بشن. ما تو زمان مدرسه دیگه همه دیگه یادمونه دیگه. ساعت 7 صبح ارو حضور غیاب بکن، 7 دقیقه 1 دقیقه تو اصلا یه ترومه عجیب غریبی وارد می که الان خیلی خوب شده زمان ما. بعد برو الا بلا بعد این ایکس به علاوه 2 ایگره که مساوی رادیکال 5 رو باید یاد، اگه یاد نگیری اصلا به فنا هستی شما در آینده زندگی. آقا این نبود، ما بعدا فهمیدیم که این نبود، اون رادیکال 2 ایکس به علاوه 3 ایکس درسته در معادلات ریاضی الان خود این آقای کاردانو توی ریاضیدان ایتالیاییه، ولی آقای آسکینسن که عرض کاردانو ران کرده تو ایتریوم هم بوده ریاضیدانه، خب رادیکال ایکس 2 ایگرگ و اینا رو یاد گرفته بوده که تونسته برنامه نویسی بکنه، رشته چیز ریاضی بوده. ولی فقط این نبود که الان این آقای محسن ابراهیم زاده خواننده
در یک کنسرتش به اندازه تمام حقوقی که در یک 3 سال مثلا فلان کارمند فلان اداره در بیاره مثلا کسب درآمد دارد در یک کنسرت شهرستان. این نبود دیگه، چیزای دیگه هم بود، فقط این رادیکال لویکس نبود برای موفقیت. مثلا نقاشی کردن خوبم بود. الان شما میتونی آقا نقاش خوبی باشی، الان این سیستمی که میتونی شما بفروشی آثارتون رو اصلا به صورت کردیتی و اینا یادم رفت اصطلاحش، تو هر ریش تو هر استعدادی که شما میداشتی الان میتونی درآمدزایی بکنی در این جهان جدید. خب حالا خانوم مک چی بود اسمش، مک لورن، نه مک ماهن، اینجا اول باید مورد توجه قرار بگیره، بعد بیاد به سیستم آموزشی بتونه تاثیرگذار باشه به نوجوان ها و جوان ها. بعد اونم آمریکا که اصلا جایی نیستش که آدم مثلا علم محور نیست، علم ماشاءالله ماشاءالله انقدر فوج فوج از کشورهای دیگه اونجا ماشاءالله ماشاءالله، از روی ناراحتی دارم میگم، خیلی از کشور خاورمیانه بعضا یک دو نفر از کشور خودمون رفتن آمریکا، دانشمندای دانشجوهای نخبه کشور خودمون رفتن اونجا دیگه، از آشنای خودمون کشور دیگه رفتن. اون اتفاقا برنامه ریزیش تولید سرمایه است خب، و از علم کشورهای دیگه استفاده میکنه، نمیاد دانش آموز پرورش بده، اصلا احتیاج نداره که این خانومه بیاد علم پرورش بده و دانشمندانش بند کنه، نه سر تو سرگرمی سازی تولید ثروت میکنه، ثروت آوری میکنه. آقا تو شما تو ایران به هر نوجوان و جوانی به کشتیگش میدونه، اینجا در شیراز همه نمیدونن ولی بعضا میدونن میشناسن، اصلا نم این میگن این آندرتیکر و یکی نم بیگ شو اول زمان سابق ما، الان تل تغییر کرد. تهران پس خود هم پیروز رفته بود تو مبارزه یو اف سی، مبارزه های جان جونز و با این ایلان ماسک رفته دادن اونجا مسابقه میکس مارشال آرتس های جان جونز و استیپ نشسته بودن اونجا پشت قفس، بشکن قفس ولی اکتاگون اسمش. این به معنی اینه که اینا اتفاقا اقتصاد رو میشناسن، جهان رو میشناسن، سرگرمی سازی رو میشناسن. پس این گزاره از این دلیل رو شما میتونید بهش اقامه کنید، بگید آقا این به این استدلال به این دلیل آمریکا در حال افول. نه اتفاقا اینجا سر تولید سرمایه میکنه، فاند میده به کشورهای دیگه که دانش آموزایش برن اونجا. پس درست مخالفت کن اگه میخوای درست، مثل آقای هیچ کی بود سیادم رفت پدر اون فرد داور بفهم، درست کم کرده بود چنستومه رو، سقره سن داشت، این سنش رو سنش کم شده بود ولی درست کم شده بود. من چی میگم میتونید ببینید اینو، درست کم شده بود. آقا بس شما خواهی استدلال بکنید درباره افول آمریکا، درست استدلال بکن، درست. خواهی یه موضوع دیگه هم هست، من خواستم لایف بذارم در یوتیوب درباره کریپتوکارنسی ها، ولی بخواستم این درباره حکم بازداشتی که طرح شده در دادگاه لاهه درباره بود ویدیو درست کنم، و یادم یه موضوع ورزشی بود. حالا به هر حال اینو من اینجا خواستم اطلاع افراد برسونم. خب پس ما اینجا نتیجه گیری متوجه شدیم که فرد از به خانم لیندا مک ماهن شده وزیر آموزش پرورش آمریکا یا وزیر آموزش، اما وزیر آموزش پرورش شدنش به معنی این که ترامپ میفهمه که او انترتینمنت و یا سرگرمی چیست، تولید ثروت چیست. ببین این با این نمایش های کشتیکش پیپر ویوه، یعنی شما پولیشو میدی از قبل در سراسر جهان، چند در تلویزیون فلان از زنده میبینی. آقا یعنی یه بازار درست که یه مغازه درست کرده وسعت کره زمین این خانم، و این خانم منصوب کرده به وزارت آموزش پرورش. یعنی چی؟ یعنی میخواد کسب و کار داشتن رو آموزش بده به نوجوان ها. خیلی جالب بود این موضوع رو، من دیشب بهش فکر کردم و این هم شد نتیجه گیری شو منصوب کرده. و پس شما ببینید سیاست گذاری اون کشور بناش چیست، سیاست گذاریش بر آموزش پرورش
رویکرد شما پرورشیه، رویکرد شما آموزشیه، و حالا آموزشیه، آموزش علمیه، آموزش زندگیه، آموزش کسب و کاره، مهارت محور اصلا آموزشتون یا تئوری، که اینا رو باید مثلا در نظر بگیری. آنچه که در کشور خودمون هست مساوی نباید بگیری، و وزارت آموزش پرورش در ایران مساوی با وزارت آموزش در آمریکا نیست. اگر هم باشه وزارت آموزش پرورش در اونجا مأموریتش با وزارت آموزش پرورش در اینجا فرق میکنه. همین به همه خاطر احتیاط کردم ایلان ماسک رو منصوب کرده وزارت دارایی. اصلا وزارت دارایی به این معنی اونجا این معنی نیست، اونجایی که ایشون منصوب، بعد دو نفری با هم منصوب شدن، نمیدونم چه چیزی جالب، دو تایی با هم امضا میکنن، خودکار یه قسمتش میگیره قسمتشون، چرسی خواستم در این ببینید درست بکنم، یه دو نفر میتونن رئیس اداره بشن. و این گونه مسائل دیگه، خسته شدم فعلا. هر نظری در بود من داشتید بنویسید. فعلا همگی خدا نگهدار.